دوستان و همراهان کانال یوتیوبی ما برای سلام امروز هم میخواییم یکی دیگه از ماجراهای کرامات حضرت مسومه سلام الله علیه ها رو با تون مرور کنیم در صفحه 82 کتاب عنایات مسئولی از زبان خادمین اینطور میخونیم آقای رمضان ترابی از خدام حرم متحر میگه در یکی از شبهای جمعه حدود ساعت هفت مردی رو دیدم که دختری رو به دوش گرفته بود به سمت ایوان آینه میومد. چون حرم شلوغ بود بهش نزدیک شدم و گفتم پدر جان دخترت رو به زمین بذار تا خودش داخل حرم بشه مرد به حالت گریه گفت دخترم همه بدنش فرجه توی عالم رویا به من گفتن اون رو به قوم بیار حضرت مسلم سلام الله علیها شفاش میده من راهنمایی کنید که این دختر رو در جایی بذارم و مشغول زیارت بشم کمکش کردم دختر را پایین پای حضرت که اون موقع یه جای باریش بود بر زمین گذاشت پای اون رو به زریح بستیم و پدرش مشغول زیارت شد ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب بود که با عده از خودم در رواق یعنی محل رفت آمد نشسته بودم ناگهان صدای شیونی به گوشمان رسید با عجله به کنار زریح اومدیم و دیدیم که دخترک شفا گرفته و از شدت خوشحالی گریه میکنه و نمیدونه چیکار کنه مردم دورش رو گرفته بودند و بر دست و پاهاش بوسه میزدند عدهای میخواستند لباسهاش رو برای تبرک پاره کنن ولی ما جلوی اونها رو گرفتیم از دخترک پرسیدم چی شد که شفا گرفتی گفت خواب بودم دیدم دو تا خانم اومدن یکی قد بلندی داشت تو یکی هم قدی نسبتا کوتاهتر. خانمی که قد کوتاهتری داشت به من گفت خدا شفاد داده بلند شو تو خوب شدی گفتم نمیتونم قدرت ندارم اصرار کرد و من باز هم گفتم نمیتونم با اصرار اون خانم از جا بلند شدم دیدم خوب شدم اون دو تا خانم از درب مقابل بیرون رفتند و از برابر دیدگانم ناپدید شدند آنچه خواندیم از کتاب عنایت معصومی از زبان خادمین حضرت معصومه بود که در ماهنامه کوسر شماره 18 هم قید شده ممنون که با ما در کانال یوتیوب ما ورا همراهید ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی التماس دا خدا نگهدار